یوسف قیافا در زمان عیسی مسیح کاهن اعظم بود و میخواست بر حفظ حاکمیت یهود هر چی در توان داره انجام بده و در این حال او باید رومی ها را که یهودیه را اشغال کرده بودن خشمگین نسازه، که ای یک تشویش مشروع بود و قیافا حق به جانب بود. مگم با توجه به این مسائل او یک چیز از دست داده بود که عیسی مسیح بود. یوسف قیافا در زمان عیسی مسیح در اورشلیم کاهن اعظم بود. یک زمان سخت و خطرناک بود. او هر روز به این مشکل روبرو بود که باید تلاش میکرد که حاکمیت قوم یهود نگاه کنه و در عین زمان او نباید دولت روم که یهودیه را اشغال کرده بود قار بسازه. قیافا چیزای زیاده در فکر خود داشت و همیشه در موردش فکر میکرد. امروز او مجلس شورای بزرگ یهود فرا خوانده و گفت یک واعظ از شمال به نام عیسی مسیح مردم زیاد جمع کرده و یک تعداد زیاد مردم فکر میکنند که او همو مسیح است و شاید که پادشاه شود. حال بر ما اول آمده که او یک مرده را زنده کرده. شورا دست پادشاه شده بود و یک کار باید انجام میداد. ما چی باید بکنیم؟ این مرد بسیار معجزه میکنه. اگر ما او را امی قسم بانیم هر کس او را پیروی میکنه و باز رومیا میاین و قدرت ما را از ما میگیرند. ما یک کار باید بکنیم. معلوم میشد که قیافا جوابش داره. از یک قوم کده که خراب شد و بهتر است یک نفر از بین بره. به عیسی دیگه اجازه ندیم که به کارهای خود ادامه بده. او باید در طول عید فسح دزگیر و اعدام شود. وقتی عیسی مسیح به اورشلیم آمد مردم با صدای بلند چیخ می زدند و می گفتند او پادشاه است، مسیح فرزند داوود. بعضی از مردم قوم فریسی اعتراض کردند، مگر عیسی مسیح مانعشان شد و این چیزی بود که قیافا واقعا ازش می ترسید. چه قسم مانع عیسی مسیح می شدند؟ شاید که بسیار ناوقت شده بود برشان. مگم ناگهان مشکلات با عیسی مسیح شروع شد. یکی از شاگرداش به نام یهودیای اسخریوتی خواست برش خیانت کنه. اگر اونا کوشش میکنن که عیسی مسیح را از طرف روس دستگیر کنن، مردم شاید از او دفاع میکردن. مگم یهودیای اسخریوتی عسکرای معبد به خاطر دستگیری عیسی مسیح از طرف شو امرای خود برد. یهودا منتظر پیسی بود که به خاطر کمک برای بزرگای یهود کرده بود. 30 مثقال نقره یک قیمت خوب بود. یکی از پیامبرای یهود قبلا پیشگویی کرده بود. اونا قیمت مرا 30 سکه نقره سنجش کردند. هیچ کسی گفته پیامبر به یاد نداشت. از یادشان رفته بود. عیسی مسیح محکوم به توهین به مقدسات شده بود. قیافا موضوع را شروع کرد. اگر تو مسیح هستی به ما بگو. اگر ما به شما بگویم باور نمی کنین و اگر شما سوال کنم جواب من نمی دین. قیافا شایدار خواست و پیش محکمه برد. طبق قانون یهود اگر دلیل روشن به ضد عیسی مسیح پیدا نمی تانستن او را باید رها می کردن و شایدار به ضد عیسی مسیح شهادت دادن. مگم یکی به ضد دیگهش بود. عیسی مسیح خاموش ماند. این مسئله دوام پیدا کرد و وقت تیر می شد. یک بار دیگه معلوم می شد که شورا نمی فهمه که چی باید بکنه. این محکمه مردم زیاده و شد زده ساخته بود و بعض مردم ترسیده بودن. مگم عیسی مسیح نه ترسیده بود و نه دست پاچه شده بود. قیافا یک انتخاب دیگه هم برای قسم دادن عیسی مسیح داشت و مستقیم ازش پرسان کرد. تو را به خدای زنده قسم و ما بگو آیا تو مسیح فرزند خدا هستی؟ هستم. او کفر گفت. او به ضد مقدسات گپ زد. بعد از شما پسر انسان در دست راست خدای قادر متعال خواهد ببینید که سر ابرا می آید. دیگه چی ثبوت اضافی دارین؟ ببینین حال شما کفرش خوشنوده. شورای یهود هیچ کار نکرد، بلکه به دولت روم از عیسی مسیح شکایت کردند و گفتند که این مرد ادعا میکنه که مسیح است. این مسئله پیش دولت روم یک گپ سیاسی بود. دولت روم او را مصلوب کرد.
ولی عسکرای روم کالای عیسی مسیح را گرفتن، او را پاره نکدن، بلکه سرش قره انداختن. تقریبا 1000 سال پیش داود پادشاه یا پیامبر ای را نوشته کرده بود که سر کالای ما قره اندازی میکنن و او را بین خود تقسیم میکنن. در جریان عید فسح قیافه اجازه داشت کالای مخصوصه که توسط رومیا نگهداری میشد بپوشد. قلف و کلی او کالا پیش رومیا بود. در کتاب مقدس خاطرنشان شده بود که هیچ وقت یخن خود را پاره نکن، مبادا خدا بالای شما قهر شود. اما در روز محکمه عیسی ای آیه از یاد قیافا رفته بود. قیافا خودش گفته بود ای بهتر است که یک نفر به خاطر مردم جان خود از دست بده، و هنوز نمیدید که چی گپه شده. حتی وقتی که او کالای خود پاره کرد معلوم نمیشد که او فهمیده که چی کرد. او فرمان خدا را شکستانده بود. او متوجه ای بود که تعادل بین یهودیا و دولت روم حفظ کنه، کی برش زیاد ارزش داشت. مگم یک چیز دیگه دال اتفاق افتادن بود، یعنی قربانی عیسی مسیح برای نجات مردم کو نمیتونست او را ببینه. واقعا این بر ما آسان است که قیافه را ملامت کنیم. ما میتونیم متوجه چیز باشیم که بر ما مهم معلوم میشه و نتانیم صدای خدا را بشنویم، به خصوص وقتی که خلاف نظر ما باشه.